روزنامه همشهری در گزارشی از ورود گونه جهشیافتی جدید ویروس کرونا یا اومیکرون به ایران گزارش داده و نوشته که به رغم اینکه مقامات وزارت بهداشت بیشتر ورود این ویروس رو انکار میکردن، اما حالا تایید شده. اشاره این روزنامه به این موضوع هست که اساساً در روزها و هفته های اخیر آزمایشی برای یافتن بیمارانی که مشکوک یا مبتلا به این گونه جهشیافته بودند در ایران انجام نشده بوده. در روزهای اخیر آزمایش انجام شده و نتیجه هم نوشته این روزنامه دست کم در برخی موارد مثبت بوده. آقای علیرضا ناگی رئیس مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران تاکید کرده که مقام های وزارت بهداشت نباید این گونه جهشیافته رو دست کم بگیرن. ایشون گفته باید تدابیر محدود کننده بیشتری نسبت به حتی گذشته اعمال بشه، چرا که این ویروس سرایتش بسیار پرسرعت هست، شتاب بسیار زیادی داره و همچنین ایمنی گریز هم هست، یعنی در مقابل واکسن ها مقاومت داره و میتونه افرادی بود که مبتلا به کرونا بودن پیشتر یا واکسن اون رو تزریق کردن بار دیگر مبتلا بکنه. رئیس آزمایشگاه ملی آنفولانزا هم به روزنامه همشهری همین موضوع رو تاکید کرده که اساساً آزمایش های مربوط به این گونه جهشیافته پیشتر در ایران انجام نشده بود و یعنی از قبل هم این گونه در ایران وجود داشت. در روزهای اخیر روزنامه همشهری نوشته موارد مشکوک به این ویروس، ابتلا به این ویروس هم پیشتر هم در هفته گذشته مشاهده شده بود. روزنامه سپید هم همزمان نوشته که حالا با این شرایط جدید و تایید ورود این گونه جهشیافته، آیا شبنشینی های شب یلدا باید برگزار بشه یا نه؟ یا نه مسعود یونسیان که از استادان دانشگاه و کارشناس همگیری هست به روزنامه سپید گفته که هر گونه تجمع و دور همی از سوی افرادی که با هم نبودن به ویژه در فضای بسته خطرناک هست و با این گونه جهشیافتی اومیکرون وضعیت خرابتر هم خواهد شد. اما موضوع شبنشینی یلدا فقط بحث ویروس کرونا نیست. در چند سال گذشته گرانی ها هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده. روزنامه صدای اصلاحات نوشته که امسال شب یلدا گرانتر تموم میشه برای مردم. حدود 60 تا 70 درصد نوشته این روزنامه قیمت میوه ها در آستانه شب یلدا گران شده. رئیس اتحادیه بارفروشان آمار رو اعلام کرده. علاوه بر این صدای اصلاحات نوشته که قیمت آجیل ساده حدود به نوشته این روزنامه 137,000 تومان هست و آجیل یک مقداری در واقع برای پذیرایی 300,000 تومان هر کیلو و پسته هم حداقل 300,000 تومان به نوشته این روزنامه.